پس از نزدیک به 3 دهه جورجیا به یک نامزد دموکرات رای داد و شگفتی ساز انتخابات ریاست جمهوری شد. اما داستان انتخابات در جورجیا تمام نشده. در جریان انتخابات سنا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای جورجیا نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند و حال این ایالت به استقبال دور دوم انتخابات سنا می رود. با توجه به اینکه رئیس جمهور دموکرات خواهد بود، مجلس نمایندگان هم در اختیار حزب دموکرات هست. اینکه به جمهوری خواهان بتونن حداقل یک کرسی رو از کرسی‌های دو تا کرسی باقی مونده مجلس سنا در ایالت جورجیا به دست بیارن باعث میشه که رأی اونها بشه 51-49 و یک بالانسی از قدرت رو ایجاد کنن. سنای آمریکا 100 کرسی دارد. در حال حاضر 50 تای آن به جمهوری خواهان و 48 تا به دموکرات ها رسیده. این دو کرسی برای هر دو حزب حیاتی است، چرا که معاون رئیس جمهوری کامالا هریس می تواند یک رأی در تصمیم گیری های سنا داشته باشد. پس 2 کرسی و 4 نامزد. در این روزهای پر التهاب بعد از انتخابات ریاست جمهوری، دیوید پردو و کلی لوفلر از حزب جمهوری خواه و جان اوسوف و رافائل وارناک از حزب دموکرات با هم رقابت می کنند. جمهوری خواهان انتخابات سنای پیش رو را آخرین سد خود در برابر موج حرکت دموکرات ها می بینند و معتقدند اگر این دو صندلی را از دست بدهند همه چیز از دست خواهد رفت. چک شومر، نانسی پلیسی، شما در جورجیا برنده نمیشید. جورجیا مال ماست. اما آنها که ایالت را آبی کردند، هومنشینان و رنگین پوستان. کورتیس براون یکی از این افراد است که میگوید به اتفاقات رخ داده در هفته های اخیر در جورجیا افتخار میکند. من به اینکه اهل ایالت جورجیا هستم افتخار میکنم. افتخار میکنم که جزو رای دهندگانی هستم که ایالت جورجیا را به رنگ آبی درآوردند. دو کرسی باقی مونده مجلس سنا بسیار مهمند و من از همه میخوام که بیان و رای بدن و ایالت جورجیا را آبی نگه دارن. رأی‌گیری پستی از حدود 2 هفته پیش در ایالت جورجیا آغاز شده. کمتر از 3 هفته دیگه هم این ایالت به استقبال رأی‌گیری زودهنگام خواهد رفت. روز 5 ژانویه برابر با 16 دی ماه روزی است که این ایالت تکلیف 2 کرسی باقی مانده مجلس سنا رو روشن خواهد کرد. سمیرا قرایی، ایران اینترنشنال، واشنگتن دی سی.